سر بلومی؟ بله، خودم هستم. من جاسم یعقوبی از طرف پرزیدنت صدام حسین به شما خوش آمد میگم. من و همراهانم در خدمت گروه خبرنگاران شما هستم. من شخصا در طول این سفر همراه شما خواهم. ترتیب انتقال تمام وسایل شما به هتل الرشید داده شده و مستر داوید هم در هتل منتظر ورود شما. خوبه. امیدوارم در طول اقامتتون در بغداد به شما و همراهانتون خوش بگذره. خیلی متشکرم. بغداد شهر بسیار زیباییه، شهر هزار یک شب، شهر علی بابا و قالیچه سلیمان. آدم باور نمیکنه که این شهر در حال جنگه. بله مستر، ولی بغداد فعلی هیچ شباهتی به شهر علی بابا نداره. من احساس میکنم این شهر آتش زیر خاکستر. آتش زیر خاکستر؟ منظورتون چیه مستر بلومی؟ بله، تمام کشورهای در حال جنگ میخوان خودشون رو شکست ناپذیر نشون بدن، همونطور که تهران وانمود میکنه یک شهر آروم و بی تأثیر از جنگ. بله، اینطور نیست؟ ولی واقعا تهران ناامن، بغداد اون شرایطو نداره. میدونم اون همه امکانات پیشرفته که شما در اختیار دارین واقعا تهران نداره، اینو همه میدونن. ما پیش بینی میکنیم کنفرانس با قدرت و امکاناتی که ما داریم به خوبی و با نتایج بسیار عالی انجام بشه. ولی تهران هیچ تحمل نداره که این کنفرانس در بغداد برگزار بشه. به خاطر همین مسئله رایزنی های زیادی رو شروع کرده. شما چی فکر میکنید؟ اگه عقیده منو بخواید، باید بگم تهران موفق نخواهد شد و کنفرانس به زودی در بغداد کارش رو شروع خواهد کرد. شما خیلی با اطمینان صحبت میکنید. ولی خب، امیدوارم اونطوری که شما میگید بشه. ببینم، از دوستان منم به همین خوبی پذیرایی میشه؟ 100% مستر بلومی، مطمئن باشید اونا در مجاورت شما در همین طبقه هستن. مستر داوید الان کجا هستن؟ ایشون در سالن کنفرانس هستن. بهشون اطلاع دادم که شما تشریف آوردید. متشکرم. تنها تو میذارم که استراحت کنید. ماشین ندارید؟ نه نه، متشکرم. با اجازه. سرگرد خلبان علی اکبر مهربان، سرهنگ خلبان هوشنگ صدارتی، سرگرد خلبان محسن هاشمی، سروان خلبان عباس دوران، سرتیپ خلبان ذوالفقاری. این اسامی که خوندم عده‌ای از بهترین خلبانهای ایرانی هستند که هر کدوم نزدیک به 100 پرواز برون مرزی داشتن و در اکثر این پروازها موفق بودن. علاوه بر اون، دانشجوهای خلبانی زیادی تحت نظر این افراد در پایگاه‌های مختلف ایران دوره می‌بینند که قبلا این دوره‌ها رو در آمریکا می‌گذروندن.
در فاز اول عملیات طوفان با یکی که این افراد مکاتبه شده که متاسفانه هیچ کدوم به نامه های ما پاسخ مثبت ندادن. این نشون دهنده وابسته بودن اینها به رژیم ایرانه. به همین دلیل در فاز دوم این عملیات از سرفرماندهی ارتش آزادی بخش خلق دستور قتل این عناصر وابسته صادر شد. و اولین کسی که در مرحله اول فاز دوم مورد نظر قرار گرفت سرباز عباس دوران. این خلبان به دلیل مهارت بسیار بالایی که داره مدام بین پایگاه‌های ایران در تردد. سرهنگ الارونی از طرف پرزیدنت صدام حسین عامل یک خبر بسیار خوشحال کننده برای آن رده 25 باند سیه چپ آماده برای ورود شماست. کاروان در عملیات اعلام کنید من بلافاصله باید برگردم. کارم ناتمام بود. بله اعلام میشه. الو عملیات رده 25 تقاضای یک پرواز اضطراری داره روی منطقه آلپا. ظاهرا مهماتش تمام شده. میخواد دوباره برگرده روی هدف. سلام، خسته نباشی عباس جان. دست درد نکنه. خیلی متشکرم. شنیدم میخواد دوباره برگردی رو آه. بله. عباس جان، تو امروز خسته ای، چند سورتی دیگه هم پریدی، بهتره کمی استراحت کنی. خلبان های دیگه هم هستن که پرواز هم اسکره یربک درگیری شدید، من باید برگردم. برم اما چه اصراریه که خودت بری؟ بچه های دیگه هم کلی اعلام آمادگی کردن، همه تجهیزات پوشیده تو گردان منتظرن. اما اونا که نمیدونن نافته پیکان ما رو کی زده، از کجا زده یا چطوری. اما من بودم، دیدم. الان همون نافته وزای عراقی داره فرار میکنه، من باید خودم برسونم بهش. خیلی خوب، حالا سوارشو بریم دیبریف رو انجام بدیم تا بعد. امیدوارم دیر نشده باشه. وضعیت سمت 130 درجه، سرعت 600 نات، ارتفاع 1000 فوت، فاصله تا هدف 20 مایل. آماده باش، داریم نزدیک میشیم. خسته نباشید. خیلی ممنون. مواظب رادار باش، سرعت رو هم بیشتر کنید. من روی عرشه هستم، خبری شد به من اطلاع بدید.